بچگیم کار کردم، 17 سالم که به حاج آقا بودم میخوام برم من یه دونه مغازه باز کنم. اومدم بغل مسگر آباد یه دکون خریدم به 3000 تومن قسطی، شب و روز اونجا کار کردم. سال 68 تصمیم گرفتم کارخونه بزنم. اومدیم رفتیم یه آقایی بودش که گفت من این دستگاه رو برات می‌سازم. نقشه بردم، اطلاعات بردم، نوار بردم، گفتم اینو من برات می‌سازم. آخر 69 این دستگاه تموم شد. ما اومدیم و خدمت یه دونه اینجا کارخونه خریدیم تو پاکدشت در سال آخر 69 اول 70 شروع کردیم این کارخونه رو درست کردن و مرتب کردن، این دستگاه رو آوردیم و فلان اینا. ما در سال 71 تولید گرفتیم. یه مغازه 12 متری کوچیک الان شده کارخونه 55000 متر، 30000 متر هم سوله. روزی 12000 تومان ظرفیت ایجاد کردیم و الان 450 تا دونن جوانای کشور رو ما اشتغال براش ایجاد کردیم. تحریم که الان خارج داره به ما تحمیل کردن اینو تمام کشورها، موفق هم نبودن، خداییش هم موفق نبود. تحریم تأثیر داشت، تأثیر گذار بود 100%، ولی میخوام بهت بگم اگر این تحریم به ما ظلم میشد، ستم میشد، کاری شد، اتفاقا به نفع ما شد. ما خودمون اومدیم الله خلاقیت همون همه رو آوردیم روی میز. 60000 دلار میخواست از من کره بگیره، خدا شاهد اینو برای من بسازه. ما این طراحی رو اومدیم کردیم، الان اینو ما درست کردیم. این لوله اینها ساده میاد اینجا میفته لای این، اینو برای من رخ میزنه، اینو به من میده. قبلا با کار دست بود، الان اینا رو دونه دونه باید بذاره رخ بزنه، الان دیگه اون اتومات میزنه. این کار دست زمان زیاد میبره، اون زمان ما رو کم میکنه، کیفیت اونم بالا بره، همه یه نواختی. الانم صادراتمون ادامه داره به 35 کشور جهان. خوشبختانه از این نظر گمرک خیلی با ما همکاری کرده و ما الان خیلی راحت میتونیم به 35 کشور دنیا الان صادرات داشته باشیم.